درود بر همه بینندگان ارجمند و عزیزان خیرتمند. سخن گفتن درباره دانای توس، گوینده بهترین و برترین حماسه جهانی در این روز که پازداشت زبان فارسی نیز دانسته می شود، برای این جانب جای تفاخر و سرفرازی است. فردوسی همانند سپاهسالار سخن در زمان حساس، سرنوشت ساز و پرموجرا وارد عرصه سخن گردید و نصف عمر خویش را صرف تألیف شاهنامه نمود که بر حق شاه نامه ها، بهترین کتاب ها و حماسه های ادبیات فارسی و جهان است. گوینده کاخ بیگزند و گردون نورد بینا نهاد که خود همانند سلطان شعر در این کاخ حکومت و فرمان روایی میکند که شاهنامه شاهد گویای سلطنت اوست. در ادبیات فارسی و جهان آثار شاید شبیه به شاهنامه باشند، چه از لحاظ حجم، مضمون و چه از لحاظ وزن و سبک شعری، ولی بدون اغراق می توانم بگویم که هیچ کدام از آنها با محتوا، وزن و ضرب حماسی و مندرجه و با ادوبست ارزش معنوی عمق آن نرسیده و نخواهد رسید. زیرا شاهنامه از یک سو دستور اخلاق باشد، از سوی دیگر منشور تربیت انسان شجاع، مهندوست، راستین، اصیل، جوانمرد و سخی و وفادار و آزاده است و نیز از سوی نمونه برتری یک اثر کاملیار، وزنین و رنگین و ماندگار. بر این باورم که همچنان که هزار سال خلق این کتاب اثر عظیم در زبان فارسی باقی گذاشت و امروز نیز کامی تشنگان سخن را شاداب می سازد، هزاران سال دیگر همین طعم و لذت را بر آیندگان خواهد بخشید. سخنسرای خراسان حماسه بی‌زوال خویش را با خیرت آغاز می نماید و در سراپای این کتاب خیرت است که برتر و ارجح دانسته می شود و محکی است که صاحب کتاب قهرمان را با آن وزن و اندازه می کند و در پیشگاه او بهترین شاه و شهریار خردمندترین نی آنهاست. چون به باوری حکیمی فرزانه، خیرت همه چی از عقل، نکویی، شکبایی، گذشت، تدبیر و بر این است که عمر کشور به دست آنان واگذار گردد تا جامعه و مردم از گزند و آسیب های مادی و معنوی بدور باشد. خیرت پرچم است که شاعر حکیم در لوالای شاهنامه آن را بالا می برد و صاحب آن را می ستاید. به عقل من راز ماندگاری شاهنامه همین است، ستایش خیرت و پیروزی آن بر تیرگی و جهالت. بار روزی برگزار داشت فردوسی بر حق اجر نهادن بر پیشگاه این گوینده با نام است و این روزی خجسته را بر همه علاقمندان فردوسی و شاهنامه فرخونده باد میگویم. شاهنامه است به اغراق قرآن عجم، رتبه دانایی توسی، رتبه پیغمبری است. انوشه بیزی تا بود روزگار.